یک سفری سال 80، یک سفر علمی دانشگاهی، جمعی از اساتید و دانشجوی تحصیل تکمیل رفته بودیم آذربایجان. اونجا با یه سری از مقامات و دانشگاه‌ها و اینها دیدار کردیم. یه نکته مثلا جالبی رو برام گفتن، مثلا یکیشون گفت که یه دسته از افسرای اداره آگاهی پلیس آذربایجان فرستاده بودن ترکیه برای دوره دیدن. بعد ترکیه خیلی از کلمات رو با کسره شروع می‌کنه، مثلا میگفت وقتی که برگشته بودن اون افسر آذری که رفته بود دوریدا داشته جلوی آقای حیدر علیوف گزارش میداده، گفته هی مرتب میگفته کشفیات، یعنی کشفیات رو میگفته کشفیات. آقای حیدر علیوف میگه که برای چی میگه کشفیات؟ اون میگه آقا ما تو ترکیه اینطوری مانده داده، گفته بود اونا ترکن ما آذری هستیم، شما باید بگی کشفیات. یعنی حتی در این تفاصیل ورود بیم. من نمیخوام چیز کنم از آقای هیدریف تعریف کنم، نه، اون یک کمونیست درجه یک بود، دبیر حزب کمونیست شوروی سابق بود، در بالاترین ردش. خب ولی باز یک هویت جدایی رو برای جمهوری آذربایجان. الهام علیوف اومد اصلا زد زیر این قصه و متاسفانه بر اثر همون اشتباهی که حالا صدام مرتکب شد و الان اردوغان داره مرتکب میشه، الهام علیوف هم به الهام گرفته از آقای اردوغان همین رو داره مرتکب میشه که اینها فکر میکنن واقعا قدرتی هستن. شما ببینید جمهوری آذربایجان 20 سال بیشتر نمیتونست این ناگورنو-قراباخ پس بگیره. الان هم که پس گرفت، یه علتش این بود که دولتی که در ارمنستان اومده بود آقای پاشینیان، این به شدت طرفدار غربه و روس‌ها چون ناراحت بودن از این موضعش، در این جنگ اخیر به قول معروف جنگ 44 روزه از ارمنستان حمایت نکردن. اگر حمایت میکردن آقای الهام علیوف قادر نبود به این راحتی پیروز بشه. ولی اینا همه پالس‌های اشتباهی است که این آقا دچار توهم شده که میتواند برای در مقابل ایران یک شاخشونه بکشه و اسیر اون طرحهایی بشه که متاسفانه اسرائیلی‌ها طراحش بودن. ببینید در ابتدایی که جمهوری آذربایجان تازه تشکیل شده بود، یکی از مقامات اسرائیلی سفر کرد به آذربایجان، جمهوری آذربایجان باکو. اونجا یه نکته‌ای رو گفت که ببینید این نشون میده چقدر این بحثا ریشه داره. برگشته گفته بود که ملت جمهوری آذربایجان با ملت اسرائیل دو تا وجه مشترک داره. یکی این که یک زبان مرده تاریخی رو زنده کرده. یعنی ما مثلا اسرائیلی‌ها عبری رو زنده کردیم که فقط تو متون دینی بود، الان تبدیلش کردن به زبانی که مردم باهاش صحبت میکنن. آذری ها هم یک زبان مرده رو زنده کردن. البته این اولا دروغه، آذری ها در زمان اتحادیه جماهیر شوروی به زبان خودشون صحبت میکردن. اصلا جمهوری های شوروی سابق هر کسی به زبان خودش صحبت میکرد، زبان روسی به عنوان زبان رسمی بود ولی مردم به زبان خودش صحبت. نکته دوم که مهم بود این بود، گفته بود دومین وجه مشترک ما این است که بیشترین اتباع کشورمون خارج از کشور زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی ها میدونه که هر یهودی در دنیا رو شهروند خودشون میدونن، حتی اگر اون یهودی خودش شهروند اسرائیل ندونه. ولی در مورد جمهوری آذربایجان یعنی چی؟ خب تنها کشوری که توش آذری هست ایران دیگه، ما که تو ترکیه آذری نداریم، ما تو ترکیه های ترکیه. یعنی چی؟ یعنی تحریک که این مثلا دو سه سال از استقلال جمهوری آذربایجان، تحریک اینا که آقا شما برید به این سمت، و اونا هم از همون موقع چیزهای عجیب غریبی رو شروع کردن که خب این به علت اینکه حالا ناگورنو-قراباخ اشغال بود خیلی نمیگرفت. حالا ایشون تازه الان میدونه همین ناگورنو-قراباخ نتونست آزاد کنه، یک حاشیه پیرامون اون آزاد شده، ولی با یک طرحهایی اینا داشتن که طرح بسیار خطرناکی بود که از جمهوری نخجوان ستون کشی کنن با کمک ارتش ترکیه، از این برم از داخل جمهوری آذربایجان به موازات مرز ایران و ارمنستان بیان این منطقه را اشغال کنند در خاک ارمنستان.